بحث دیگری که مطرح میشه به حال در این قراردادهایی که در بین این 8 حزب یعنی 8 حزب خرد آمده و که اکثریت جمعیت اسرائیل و رای دهندگان اون رو در بر نمیگیره، در کنار یکدیگر قرار گرفتن برای یک دولت ائتلافی که با یک رای روی کار آمده 60 در مقابل 59 رای. مسئله دوم شهرکسازی ها، آبادی نشینی ها هستش که تا چند روزه تا به الان که سعی بر این داشتن که آنچه بوده رو بیان به تعویق بیندازن و یکایک شهرک های جوان رو بیان و تخریبش بکنن، همینطور که 22 شهرک رو و آبادی نشینی که در قلب یعنی غزه بود که با روی کار آمدن بر حال شارون که اونیز گفت راستگرا هست و به چپ آمد و پیوست و شیمون پرس و آمدن حزبی که شما آمدین به اون رای دادین با نیرنگ بزرگ قرن آمد شارون و اون رو تمام رای ها رو گرفت و به طرف چپ کشانید، یعنی که شما رای به راست دادید و چپ رو گرفتید، به گونه ای که در 2005 آمدند و شهرک هایی که 22 شهرک بود و در نوار غزه یک طرفه آمدند و تخلیه کردند و آن رو در اختیار میلیون ها میلیون دلاری که در اون سرمایه گذاری کردند رو در اختیار تروریست های حماس و جهاد اسلامی دادند که از اون طرف موشک پرانی بکنند به یک شهر شهرهای اسرائیل تا قلب اسرائیل برسن، به جای اینکه جای اون بیان ویلا سازی ویلاهایی که بود و بیان به یک شهرکی بکنن که تفاهم ایجاد بکنه، شهرک 22 شهرک رو تبدیل بکنن به مراکز جهانگردی و توریستی ما گردشگرایی و غیره، ما شاهد این بودیم که نه فقط که آن را تخریب کردن و یغما بردن و یکایک در آنها باغهایی که و تاکستانهایی که و کشتزارهایی که ایجاد کرده بودن برای اینکه برای صدور یا صادرات به اسرائیل که میلیون ها میلیون دلار وارد اقتصاد اسرائیل میکرد با یک دید و چشمانداز چپ گرایانه آمدن به بار دوم که بعد از اسلو که دیدیم که 1500 کشته بر جا گذاشت که انتحاریون و استشهاد و بر طبق یوسف قرداوی که سلفی هست و احسانگرای افراطی آمدن خودشون منفجر میکردن حماسی ها که حماس آفرین باشن که برای اینکه بتونن به 72 حوری بهشتی در عالم آتی برسن، حتی آلت های تناسلی خودشون رو نیز می اومدن بانداج می کردن، یعنی تا این اندازه توهم. و در حال حاضر این گروه هایی که در حال حاضر با قراردادهایی که ما داریم افشاگری می کنیم که در بین این احزاب مخصوصا با احزاب حزب اسلامگرای اخوان المسلمین نوشته شده که در حال حاضر زیر سانسور هست که در مطبوعات اسرائیل و حتی جهان درباره اون نمیان و صحبت نمی کنن و مسائل رو به حاشیه میبرند رو بتونیم بررسی بکنیم. در قسمت بعدی بحثی مربوط به قراردادهایی که با در حال حاضر در بین این ائتلاف میانه رو چپگرا و اسلامیست که ایجاد شده در روند خانواده چه تغییر و تحولی در این دولت تغییر میتونه ایجاد بکنه.